سلام و شب بخیر خدمت شما بیننده های عزیز برنامه نیمرخ. من هاجر محمدی افتخار از این دارم که یک شب دیگر در پرده شیشه ای تک تک خانه های شما عزیزان ظاهر شوم. موضوعی که میخوایم امشب بالایش بحث کنیم و سه مهمان محترم در برنامه با خود ما داریم ای است که تأثیر دیر ازدواج کردن بالای جوانای کشور ما و ای که چه انگیزه با اسمشه که اینا دیر ازدواج کنن و چه مشکلاتی سر راهشان وجود داره و همچنان عوامل ای که اینا باید دیر ازدواج کنن چی است. در این برنامه سه مهمان بزرگوار داریم. اولین مهمان ما یکی از روشندلانی است که در جامعه ما هست و هنوز ازدواج نکرده. اینا رو در برنامه با خود ما داریم. آقای سید محمد یزدان پرست یکی از روشندلان کشور عزیز ما افغانستان که خیلی با استعداد هستم و خیلی خوشحال هستم که در برنامه خودم برنامه نیمرخ با اینا یک جا هستم. آقای زکریا بارکزی استاد رشته روانشناسی استاد دانشگاه و آقای حمید عزیزی استاد دانشگاه خوش آمدیم به برنامه ما. خوشحال هستم که امشب با شما هم کلام هستم. تشکر. سلام باشین. اول از شما آقای عزیزی از شما میخوایم بحث آغاز کنم. به نظر شما چون روی ازدواج و اینها در برنامه نیمرخ زیاد صحبت شده، ازدواج های سنتی و ازدواج های مدرن و انواع ازدواج ها و اینها در برنامه نیمرخ صحبت شد، اما امشب روی عوامل دیر ازدواج کردن میخوایم بحث کنیم و حداقل اگر بخوایم یک دید دیگه هم بالای زود ازدواج کردن که در بعضی از ولایت های افغانستان من ایسی یک رسم و رواج پنداشته میشه که دخترها را به زود به ازدواج وادار میکنن بالای ازی بحث کنیم. اما خیلی کوتاه ازتان میخوایم بپرسم که این چه عواملی باعث از این میشه که در افغانستان خصوصا در این شب و روز اگر ببینیم جوان ها خیلی دیر تمایل پیدا میکنن به این که ازدواج کنن، به نظر شما مشکل و دلیلش چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بیننده های عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب احترام دارم و امیدوارم که بحثی که امروز در خدمت دوستان هستیم مفید واقع شده و بتونه باری را از بارهای سنگینی که بر دوش جامعه ما هست برداره. خدمت شما عرض بکنم که در بحث ازدواج‌های زودهنگام متأسفانه جوامع جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد پیشتاز بودند در این زمینه. من آمار و ارقامی را در ابتدا خدمت شما عرض بکنم. ببینید کشورهایی که عموماً از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ انکشاف و پیشرفت اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار دارن عموماً این موارد در اونها مشاهده میشه. افغانستان 54% افرادی که در جامعه زندگی میکنن ازدواج کردن زیر سن قانونی ازدواج کردن. در کشور دموکراتیک کنگو یکی از کشورهای بحران زده آفریقا تقریبا 74% از اینها زیر سن قانونی ازدواج کردن. در بنگلادش 51% و در هندوستان 44% از ازدواج ها زیر سن ازدواج صورت گرفته. اولین مشکلی که در بحث ازدواج های زود هنگام اتفاق میفته زیر پا گذاشتن حقوق کودکان هست. عموما افرادی که ازدواج میکنن زیر سن قانونی در جمع کودکان حساب شده و حقوق اینها زیر پا گذاشته میشه. با توجه به اینکه این ازدواج ها معمولا اجباری هست به شکلی حقوق سراسر زندگی این افراد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دومین عامل به این دلیل که این ازدواج ها زود هنگام هست و هنوز شاید اون کودک آمادگی برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد دچار آسیب‌های مختلف جسمی و جنسی و روحی و عاطفی خواهد شد. و مرحله بعدی که مشکل اساسی و عمده‌ای را برای جامعه به بار خواهد آورد توقف رشد فکری و جسمی اون کودکی که ازدواج کرده خواهد بود. و عامل بعدی باعث محروم ماندن افراد از پیشرفت، از تحصیل علم و از بسیار شکوفا کردن استعدادهایی که ممکن است در وجود شخص خداوند قرار داده باشه باعث خواهد شد این مشکلاتی را ازدواج های زود هنگام به بار خواهد آورد. کما اینکه تأثیر اصلی و اساسی زیر در نسل بعد ما مشاهده میکنیم. افرادی که عموما زود ازدواج میکنن با توجه به اینکه از بسیاری از حمایت های اجتماعی از ارتباطات اجتماعی محروم میمانند دچار مشکلات زیادی در محیط خانه و خانواده میشن. خشونت ها، همسر آزاری، ارتباطات مخفی خارج از خانه، تمایل به ارتباطات مخفی خارج از خانه به دلیل اینکه دو نفر برای یکدیگر در سن بسیار کمی ازدواج کردن برای همدیگر خسته کننده میشن. به وجود آمدن انواع بیماری های مختلف باعث مشکلات عدیده میشه. کما این که افراد در سن پایین ازدواج کردن آموزش های کافی برای زندگی مشترک و برای تربیت فرزند ندیدن در آینده فرزندان اینها به دنیا خواهند آورد که آموزش های کمتری دریافت خواهند کرد یا حتی از آموزش محروم خواهند ماند و باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی برای جامعه خواهد شد و عموماً افرادی خواهند بود در جامعه که صرفاً مصرف کننده هستند و نیروی کار قوی یا نیروی مفید قوی برای جامعه نخواهند بود.
زنده بود. استاد بزرگوار، من از شما میخوایم بپرسم، فکر میکنم آقای حمید عزیزی راجع به زودرس صحبت کردن، اما چیز دیگه‌ای که میخوایم بحث کنیم روی دیرهنگام بودن ازدواج هاست که فعلا اگر ببینیم در شب روز خیلی از جوانهای حداقل اگر کابلی بگویم در پایتخت خیلی از جوانان نمیتونن ازدواج کنن. شما از نگاه روانی این چه بررسی میکنه؟ چه عامل را باعث ازی میبینین که این ازدواج ها به سالهای خیلی بیشتر در بر میگیره که مثلا سالهای دیگری را در بر بگیره، از جوانیشان بگذره به میانسالی برسن تا اینکه ازدواج کنن؟ باز جالب هست. در قدم نخست البته سلام و شب بخیر خدمت دوستای بینت عزیز محترم تقدیم دارم. برمیگردیم به اصل مسئله و دو بزرگوار ما را هم خوش آمدید میگیم. به اصل مسئله مورد ازی که واقعا بعضی از افراد چرا نسبت به یک معیاری که پیش روشون قرار داره اینها عروسی ها را به تاخیر مندازن. دید جامعه شناسی در مورد بسیار زیبا صحبت میکنه و در مورد میگه که چند مسئله بسیار در این قسمت رایج هست و عامل اساسی هم همین چالش هست. یک، نظام بسته و فرهنگ سنتی جامعه ما. به اساس نظام بسته و فرهنگ سنتی جامعه ما اگر امروز برگردیم میبینیم که یک تعداد جبرهای ساختاری در این مواجه هست و اقتصاد هم شامل این برنامه میشه. امکانات خوب عاید حال شخص نمیشه، به دلیلی که امکانات خوب عاید حالش نشد زمینه را برای از این مسئله که باید در زمان خودش ازدواج کنه به تاخیر میندازه. یک مسئله. مسئله دوم، ما در بعض حالات ها فکر کردیم که اگر در اخیر ازدواج کنیم یا بر نوقت ازدواج کنیم شاید عجب لکسه باشیم که اول زندگی خود را آماده بسازیم، امکانات خانه را آماده بسازیم و از این جهت اگر بعد ازدواج کردیم با مشکل کلی مواجه نمیشیم. ما با اساس باورهای اشتباهی را که به خود پذیرفتیم زمینه را به این مسئله مساعد میسازیم که ازدواج های خود را به تاخیر بردیم. مسئله دیگه که در این قسمت بسیار زیاد رایج است و مهم است البته در خود جامعه افغانستان، به دلیلی که افغانستان عجب لکه کشور در حال توسعه نمیشه حسابش کرد، خود توسعه نیافته همیشه شمرد، ما در این جهت بس ما بر مبنای این مسئله هست که اکثرا از کسانی هستند که در اینجا بر اساس شکست های زندگی که اینها گویا تحت عنوان برنامه های محبت و عاشقی به کسایی که تمایل خوبی داشتن دوستشان داشتن بالاخره زمانی که اینها از هم جدا شدن فکر کردن که داشتن اولین یا آخرین حرف زندگی همی آقا یا همی خانم هست که آید حال ما بوده. زمانی که دور شدن زمینه را برای مسئله مساعد ساختن که اینها عروسی خود را به تعویق برتن. موضوع دیگه که در جامعه بسیار زیاد رایج است و مهم هست خود فقر جامعه ما مورد بحث ما است. در فقر جامعه ما میتونیم که مسئله خود کمبود پول، نبود خانه و همچنان امکانات دیگر را مورد مسئله قرار بدیم که اینها چالش ها بسیار اساس در مورد این مسئله هست. برمیگردیم به دید خود روانشناسی که در مورد این مسئله چی را به اثبات میرسانه و دید روانشناسی میگه که باید انسان در کدام سن باید از ازدواج کنه. زمانی که در انسان در یک حالت بیکاری به سر میبره گویا موقف اجتماعیش تحت سوال هست یا موقف اجتماعیش زیاد تبارز نکرده، تمایل بیشتر به این مسئله داره که ازدواج کنه، چون به خاطر که یگانه راه حل برای زندگیش بودن همی ازدواج هست که از طرف خانواده و افراد و ماحول بارها برش تاکید میشه که باید این مسئله را شما تطبیقش کنین. اما به دلیل که اینها اگر کدام موقف اجتماعی خوب بر خود کسب میکنن گویا موقف اجتماعی زمینه را برای اینا مساعد میسازه که هر روزی که تر میشه شخصیت وجود از اینا تنوع طلب میشه، به دلیل از اینکه اگر امروز تمایل داشته باشن ازدواج کنن فردا شاید با کس روبرو میشن این بهترتر باشه و روزهای بعدی کسای دیگه بهترتر باشه، از این سرانجام بالاخره زمینه مرضی مساعد میشه که اینا از دواجه های خود را به تعویق برتن یا دور باشه. اما نگفتن نباید گذاشت یک تیکه بسیار کوتاه که عبارت از این مسئله هست که ما همه افراد جامعه خود را مربوط همچون مسئله نمیدانیم. تعداد از دوستانی که در مسئله شریک هستن و از دواجه های خود را ناوقت انجام میدن علت این مسائل در کار هست. دقیق است که ما همگی را شامل از این موضوع نمیدانیم. تشکر میکنم استاد بزرگوار از شما. بیننده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میخوایم با آقای یزدان پرست، یکی از روشندلای کشورم، یکی از با استعدادترین جوانای کشورم، با این میخوایم صحبت کنم، اما یک وقفه کوتاه. خب بیننده‌های عزیز، خوش آمدین دوباره به برنامه نیمرخ. قسم بعده گفتیم امرای آقای یزدان پرست صحبت میکنیم و من واقعا میدانم که مطابق به شخصیتشان هم فامیلشان برشان اسم انتخاب کرده و هم تخلص که از خود فامیلشان هست یزدان پرست، محمد عزیز، چه یک اسم زیبایی. محمد جان، من میخواییم از خودت بپرسم که خودت چند ساله هستی؟ با نام یاد خدا و با هر سلام حضور شما و فریختگان تماشاگر یک، من متولد 14 عقرب 1366 هستم. این وظیفه خانگی بیننده. خب بسیار عالی. محمد جان، خودت تا حتما سنی از خودت گذشته و به ازدواج فکر کردی، وقتی که به ازدواج فکر میکنی چه چیزهایی به ذهنت میرسه؟ اولین صد راهی که برای ازدواج برای خودت میبینی چی است؟ چه فکر میکنی؟ سلام حضور شما.
من متولد 14 عقرب 1366 هستم و یه وظیفه خانگی برای بیننده‌ها که بدانن چند ساله و به پاسخ پرسش شما، گرچه گستاخی‌ها مقابل اساتید عالی قدر دانشگاه صحبت کردن، اما آنچه که در افغانستان رایج است و آنچه که من تقریبا یک دهه مبارزات فرهنگی اجتماعیم در شمال افغانستان شاهدش هستم، و ایست که در افغانستان عمدتا نسل نو یا جوانان به ازدواج من حیث یک کابوس منگرن. هر انسان دارای سه ویژگی است: سیرت، صورت و ثروت. اما در افغانستان متاسفانه به ثروت در گام نخست دیده میشه، صورت رده دوم میه و سیرت رده سوم، در حالی که بر همگان وعیدا است که ثروت و صورت بالاخره روزگار رخت سفر میبندن و میرن، اما تا اخیر سیرت انسان با او میمانه. در افغانستان چون بیشتر به ازدواج من حیث یک پدیده تجارتی توجه میشه، از او خاطر است که دوستایی که جوان هستن با این مشکل که بیشتر جناب استاد بارکزه اشاره کردن که ابتدا زندگی خود بسازم و به تعقیبش سراغ ازدواج برم مواجه میشن، به خاطر که ببینین ما اگر بعد متون دینی مراجعه کنیم، ما یکی به نام مهریه داریم، یکی به نام قلین، که یکی از معضلات اساسی ازدواجی است که چیزی که نه در شریعت جواز داره نه در قوانین افغانستان مجاز دانسته شده، و همیشه علما صراحتا اعلان میکنن که قلین نادرست و نامشروست، اما حداقلش چیز حدود $5,000 آمریکایی است در شمال افغانستان حداقلش. ای که باز ارچ قبالا برد، تصور نزد فامیل طرف ایجاد میشه که به همو اندازه فرد که ما با ای ازدواج میتیم ارزش زیاد میشه، در حالی که ایج وقت جای محبت، جای صداقت مادیات گرفته نمیتونه. بسیار عالی، سپاس از شما. آقای حمید عزیزی، از شما میخواییم بپرسم ای که درست است که ما بالای ازدواج های دیرهنگام صحبت میکنیم، اما جا داره که راجع به ازدواج های زودرس هم بپرسیم که چرا اقدر علاقه مندی پیدا میشه که مثلا در فامیل هایی که کم سواد هستن، حالا بی سواد نمیگیم، کم سواد میگیم، ای که میخواییم دختر خانمایشان به زودی ازدواج کنن. یکی از دلیل‌هایشان به نظر ما که مثلا اطلاعات رسیدن میگن که خب ما از پیامبر خود ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنیم، چرا که با خانم خود که بی بی عایشه صدیقه است در سن 9 سالگی بی بی عایشه صدیقه را به نکاح خود در میارن. شما چه گفتنی دارین بر از این تعدادی که همچین دلیل رو پیشکش میکنن؟ درست خدمت شما عرض کنم که دوستانی که الان تو گفتی شما این حرفا میگن که میخواین طبق فرموده پیامبر بزرگوار اسلام عمل بکنن، پیامبر بزرگوار اسلام در شرایطی خودشان 25 ساله بودن با خانمی به نام حضرت خدیجه که اولین ازدواجشان بود، اونها 40 ساله بودن هم ازدواج کردن. اونایی که عموما متوسل به ازدواج هایی میشن که تفاوت سنیشان با طرف مقابلشان به شدت زیاد است، ای کاش میامدن به این سمتش متمایل میشدن. اما آنچه که متاسفانه به اشتباه طبق آن چیزی که من تحقیق کردم در منابع و متون دینی و احادیث و روایات، این که پیامبر در 9 سالگی با حضرت بی بی عایشه ازدواج کرده باشن صحت نداره. من خدمت شما عرض میکنم استنباطی از چند تا از احادیث من خدمت شما میگم. اولین حدیث با آدرس خدمت شما عرض میکنم، حدیث شماره 3606 در کتاب صحیح بخاری میفرماید از عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده است که به هیچ زنی به اندازه خدیجه حسادت نکردم، زیرا رسول خدا زیاد او را یاد میکرد و رسول خدا 3 سال بعد از خدیجه با من ازدواج کرد. شما این را در نظر داشته باشین که باز دوباره حدیث دیگری هست، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال 2 هجری با حضرت عایشه را به خانه خود آورد. ببینید اینا میخوام چند تا نکته رو بگم که این اعداد به دست ما بیاید و بعد از این یک نتیجه گیری بکنیم. و بعد حدیث دیگری هست میگه که پیامبر بعد از حضرت خدیجه با سوده ازدواج کرد و 4 سال سوده تنها همسر پیامبر بود بعد از حضرت خدیجه. بعد میگه رسول خدا بعد از خدیجه چند ماه قبل از هجرت با سوده بنت زمعه ازدواج کرد و او نخستین همسری بود که رسول خدا در مدینه با او همبستر شد، که ایره بلازری در کتاب خدا آورده در کتاب انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 181. خدمت شما عرض کنم از طرف دیگر امام ذهبی میگه که سوده بنت زمعه 4 سال تنها همسر رسول خدا بود بعد از حضرت خدیجه. شما باز این نکته هم در نظر داشته باشید. حالا نکته بعدی، اسماء
که خواهر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود، دختر دیگه حضرت ابوبکر صدیق، زن صحابی بزرگوار زبیر ابن عوام بود. طبق حدیث میگه اسماء دختر ابوبکر از جانب پدر خواهر عایشه و از او بزرگتر بود. اسماء 27 سال قبل از هجرت پیامبر به دنیا آمد. پس قاعدتاً وقتی که اسماء از حضرت عایشه بزرگتر بوده، حضرت اسماء 27 سال قبل از هجرت به دنیا آمده. حدیث بعدی، اسماء دختر ابوبکر در سال 73 و بعد از پسرش عبدالله ابن زبیر از دنیا رفت، یعنی در سال 73 هجری. اسماء در هنگام وفات 100 سال داشت، یعنی 27 سال قبل از هجرت به دنیا آمده بود. بعد حدیث دیگه میگه که خدمت شما عرض کنم که تفاوت سن بین اسماء و حضرت عایشه 10 سال بوده. ببینید حدیثش خدمت شما عرض بکنم، میگه که از حافظ ابو نعیم است که اسماء 27 سال قبل از هجرت به دنیا آمد و بعد میگه تفاوت سن اسماء با حضرت عایشه 10 سال بود. یعنی قاعدتا در سال اول هجرت حضرت عایشه باید چند سال سن داشته باشه؟ 17 سال. در سال اول هجرت 17 سال حضرت عایشه سن داشته، طبق احادیث صحیح خدمت شما عرض کردم. و در سال دوم، سوم یا چهارم هجری پیامبر حضرت عایشه رو داخل خانه خدا آورده، یعنی در 17 سالگی که حضرت عایشه 17 ساله بوده با او نامزد کرده. طبق پیشنهاد خود حضرت ابوبکر صدیق که با پیامبر پیشنهاد کردن که با دخترشان ازدواج کنه، با پیامبر قاعدتا با حضرت عایشه در 19 20 یا 21 سالگی او را به خانه خود آورده و با او، یعنی کاملا این را رد میکنن که در سن 9 سالگی با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده. ببینید در احادیث و روایات ما داریم آن چیزی را که ما داریم میسنجیم، آن چیزی که میسنجیم، ببینید من باز دوباره خدمت شما ساده تر بگم، ببین بیهقی هم باز دوباره امیر نقل میکنه، افراد مشهور ما اقوالشان خدمتتان عرض کردم، بیهقی هم میگه که اسماء دختر ابوبکر 10 سال از عایشه بزرگتر بود. پس وقتی که حضرت اسماء 27 سال قبل از هجرت به دنیا آمده، حضرت عایشه قاعدتا 17 سال قبل از هجرت به دنیا آمده و زمانی که با پیامبر عروسی کرده سال دوم، سوم یا چهارم هجری بوده. یعنی اگر ما بگیم در سال دهم بعثت حضرت خدیجه از دنیا رفته و بعد 3 سال یا 4 سال اینجا زمعه همسر، تنها همسر پیامبر بوده، میشه قاعدتا در سال دوم هجری 17 سال قبل از هجری داشتیم، 2 سال در هجرت میشه 19 ساله. اگر بگیم در سال سوم او را به خانه خدا آورده، میشه تقریبا 22 ساله یا 21 ساله. یا اگر بگیم در سال چهارم هجری پیامبر حضرت عایشه را به خانه خدا آورده، میشه 23 ساله یا 24 ساله. این اقوالی است که من خدمت شما عرض کردم. اما آنچه که در جامعه ما متاسفانه ما بسیاری از مطالبی که به دست ما رسیده عیناً آیات قرآن نیست که ما بگیم خداوند او را تضمین کرده که اینها دچار تغییر و تحول نخواهد شد، بلکه در این زمینه خب باز احادیث و روایات دیگه هم هست. اما با آنچه که یک نتیجه گیری بسیار ساده از روایت میشه این است که چنین ازدواجی اتفاق نیفتاد. بیننده های عزیز، متاسفانه وقت کم شده، ما باید یک میان برنامه بریم، دوباره میایم از بعد روانی بالای از این موضوع بحث میکنیم. با برنامه خودتان نیمرخ باشید. خب بیننده های عزیز، قسمی که تا حال بحث کردیم و گفتیم امیدوار هستم تا حال ما را همراهی کرده باشین، و حال من میخوایم از استاد بزرگوار استاد بارکزی بپرسم. آقای بارکزی، قسمی که آقای حمیدی هم گفتن که اگر انسان به بلوغ عاطفی نرسه یا به بلوغ جسمی نرسه یا به بلوغ عقلی نرسه، مشکلات را به بار میاره و اینم علم روانشناسی خیلی خوب ثابت کرده. ما میخوایم از دهن شما بیننده های عزیز این موضوع را بفهمن که امکان داره یک نفر به بلوغ جسمی برسه بلوغ عاطفی نرسه، یا بلوغ عاطفی برسه و بلوغ جسمی یک مدت زمانی وقت نیاز داشته باشه. اما تا جایی که میبینیم، چون خانواده های افغانی خیلی پر جمعیت هستن و خیلی مثلا اطفال و جوان ها در یک خانواده زیاد میباشه و مطمئنا نمیتونن به همیشان از نگاه بلوغ عاطفی رسیدگی کنن، آیا یکی از دلایل هاش امی شده میتونه امی ازدواج های دیر هنگامی که بین جوان ها صورت میگیره، آیا یکی از دلایل هاش امی شده میتونه که اونا به بلوغ عاطفی نرسیدن با خودشان هنوز اطمینان و باور ندارن که میتونن یک زندگی مشترک را آغاز کنن، آیا یکی از دلایلش همین شده میتونه به نظر شما؟ خانم هاجر، چرا مسئله را یک قسم را دوست آغاز نکنیم که باید این مسئله را بدونیم، چون چرا در قدم نخواست بپذیریم که هر گفتمان ما تابع یک شرایط هست. ما پس در شرایط امروزی که با در نظر داشت قرن امروز و گفتمان امروز زندگی میکنیم، ناگزیر هستیم که شرایط امروز هم بالای خود تطبیقش کنیم. اومدیم سر مسئله هزی که همیشه به خاطر ازدواج ما این مسئله را مورد بس قرار دادیم که داشتن خود مثلا قدرت عمو
نیروی جسمی و در حقیقتش رسیدن به مون نیروی عاطفی هر دو تاش لازم و ملزوم یکدیگر هستن، ما بدشک این موضوع رو نادیده گرفتن نمیتونیم. شاید در بعض حالات ما به اساس موقعیت های جغرافیایی که در سرزمین خود داریم در جاهای مختلف زندگی میکنیم، به طور مثال اگر ما یک خود نوجوان قسمت جلال آباد رو مورد مطالعه قرار بدیم نزد یک نوجوان شهر سالنگ، از لحاظ ویژگی های بلوغ خود در حقیقت اینا متفاوت هستن. علائم بلوغ در قسمت جوان جلال آباد بیشتر مساعد میشه به دلیل که هوا گرمتر هست، بالاش تاثیر بیشتر داره، اما از لحاظ از اینکه نوجوان قسمت سالنگ علائم بلوغ در وجودش دیده نمیشه. اگر این تا با هم یک جا بشونیم و ازشان توقعی مثلا رو داشته باشیم که ما انتظار خود در حقیقت قدرت عاطفی یا قدرت مسائل جنسی را در وجود هر دو تا از اینا به اساس فعالیت های درونیشان یکسان بررسی کنیم، ما سخت دچار همچون یک اشتباه هستیم. شاید از لحاظ هیکل یا از لحاظ توانایی جسم خود به مو حد برسیم که هر کس انتظار داشته باشه، اما از لحاظ نیروی خود عاطفی وجود خود به یک مشکل کلی مواجه باشیم که در حقیقت موقعیت جغرافیایی تاثیر خود را داره. هم اومدیم در جامعه خود که ما ملت افغانستان همواره به این مسئله وابسته هستیم، ناشی از این مسئله هست که سطح آگاهی ما یا در حقیقت معلومات عمومی ما نسبت به برنامه های زندگی ما در سطح پایین قرار داره. ما شاید در بعض حالات ها فکر کنیم که دختر ما ماشاءالله به سن بلوغیت رسیده، علائم بلوغ در وجودش خوب شناسایی میشه، اما از بابت ما هیچ اشکال نداره اگر زمینه برای ازدواج مساعد است و ای در حقیقت بتونه عروسی کنه. ما سخت دچار یک مشکل هستیم. بدلیل چی؟ اینا زمانی که در خانه ازدواج رفتن و خانه خود را پیدا کردن در قدم اول ضعف ادراک موجود است، از لحاظ سازگاری زندگی سخت به یک چالش مواجه هستند که ما با نظر داشت دید خود قدرت جسمیش را به اساس قدرت عاطفیش بس کردیم، اما از جهت ضرر کردیم که اینا در خانه از لحاظ خود ضعف ادراکی دچار مشکل بودن. یک مسئله. مسئله دومی که ما همواره در زندگی میکنیم، سن ما با یک معیار هست که برنامه های آموزش و پرورش خوبتر کسب کنه، اما با نظر داشت ازدواجی که از نظر ما قدرت جسمیش ماشاءالله بالا رفته ازدواج میکنه، از این مسئله دور میشه. موضوع سوم که از لحاظ روانی بسیار اهمیت داره و مورد بحث هست این هست که تیپ یک خانم برای یک آقا همو 14 ماه یا 18 ماه ارزش فوق العاده بیشتر داره، برعکس تیپ یک آقا هم برای خانم همو 18 ماه ارزش بیشتر داره. اگر قرار باشه که ما به اساس از اینکه ضعف ذهن از یک طرف داریم، تعاملات زندگی را از طرف دیگر با خود نداریم، سازگاری های خود را دچار مشکل هستیم، و از طرف دیگر هم همچون موضوعی که آید حال ما هست که تیپ ما نسبت به یکدیگر ما بر ما خسته کن میشه، ما نمیتونیم زندگی آینده خود را به یک مشکل مواجه بسازیم. از اینجاست که ما چند ضرر ها را خاط کردیم. ضرر اول، ما در قسمت مرگ و میر فرزندان خود سخت با مشکل مواجه هستیم. چرا؟ به دلیل که سن خام هست، زمانی که سن به سطح پختگی خود نرسیده بود، جنینی که در بدنش پرورش پیدا میکنه سخت به یک چالش های مواجه هست، دچار یک نقیصه هست. یک مسئله. مسئله دوم، شاید که برنامه هایی باشه که ما اگر از لحاظ مرگ و میرش نتونیم این موضوع را آمار بگیریم، از لحاظ فعالیت های ذهنی شان تحت عنوان عقب مانده های ذهنی یا دیرهاموز این مسئله را به اثبات برسانیم که دچار مشکل دیگه مسئله شیم. موضوع دوم، موضوع سوم که بسیار زیاد مهم است، عبارت از این هست زمانی که خانم و یا آقا به سن اصلی بلوغ میرسن، با وجود که سن مثلا جسمی خود را هم خصوصیاتش را تکمیل کردن، بلوغ هم در وجودش آلش آشکار شده، اما زمان از پیش از اینا گذشته، سخت به یک عقده های داخلی مواجه میشن که عقده های زینا را جبران کردنش کار بسیار هادی نیست. اینجا هست که فضای عاطفی خانواده از هم پاشیده دچار مشکل میشن. ما در اینجا یک حرف به دوستا بسیار خاطر نشان میسازیم که عبارت از این هست که همیشه ما در حقیقت میگیم عشق زمینه را برای مالکیت مساعد میسازه، نه مالکیت زمینه را برای عشق مساعد میسازه. خب پس یکی از برنامه هایی که ما همواره از لحاظ سطح آگاهی خود در سطح پایین هستیم، شاید این مسئله را فکر کنیم یک معاون بسیار اساس در مورد حساب شوه. خیلی جالب از اینجاست که ما نسبت به دنیای دیگر تفاوت ما در امی ساختار نظام بسته ما هست. زنده باشین، تشکر میکنم. محمد جان، من میخوایم از خودت بپرسم که قبلا خودت گفتی که مثلا در قدم اول سیرت مهم است و بعد از او چیزهای دیگه، گفتی که مثلا صورت و ثروت مهمتر نیست، اما در افغانستان این را مهم میشمارن. خودت چه دلیل باعث از این موضوع میدانی؟ چرا فکر میکنی که مردم افغانستان با وجود که همیال هر کسی که این برنامه رو میبینه مثلا میگه که بله سیرت مهمتر است که بتونه زندگی پسر ما را خوشبخت کنه یا اینکه دختر ما را خوشبخت کنه، اما وقتی که یک خواستگار برای دخترشان میاد یا که میخواین یک دختری را برای پسرشان بگیرن، جنبه اول وقتی که میخواین عروس بیارن او را صورتش هم میبینن، اول میگن که مقبول است یا نیست، اما اگر بخواین خواستگار برای دخترشان بیا، اول میپرسن که پولدار است، خانه داره، موتر داره، در حالی که حالا اگر برنامه رو ببینن میگن که نخین سیرت مهمتر است. خودت چی میگی برای ازی بیننده ها؟ چه پیامدهایی را براشان میبینی و فکر میکنی چرا همچین ایده وجود داره که در عمل یک چیز است و در ای که بخواین یک چیز را قبول کنن او دیگه چیز است؟ سپاس. آنچه که در افغانستان وجود داره ایست که ما زیبا بیان هستیم، زیبا نویس هستیم، اما در مرحله عمل که میایم اون زیبایی رو نداریم. ما قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما برم، در پرسشی که از آقای عزیز مطرح کردین که ازدواج خردسالان
باز میگرده به اون پدیده تجارتی بودن. می خب دختر مال مردم است، باید در یک مبلغ ازش بگیریم و به او به نیست یک قلمه تجارتی نگاه میکنن. از همون سبب ازدواج زیر سن صورت میگیره که از عواملش بیشتر در افغانستان است. زمانی که در هر 30 دقیقه یک مادر در انگام به دنیا آمدن فرزند خیش میمیره، اینمی فاجعه را نشان میده. نکته دوم اویست که باز میگردیم روی سوال شما که چرا در افغانستان ایگه پس. در افغانستان بیشتر نبود درک دقیق از وضعیت، سطح سواد پایین، نبود آگاهی از مسائل دینی و اعتقادی خودش یک مشکل است. ببین ما میپذیریم که بنده خدا امت رسول الله هستیم، دوستار چاریار باصفا هستیم. ما به ازدواج چاریار باصفا نگاه کردیم چگونه بوده؟ زمانی که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میره به خواستگاری بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیغمبر عظیم الشان اسلام ازش پرسان میکنه که چی داری؟ و او دوسته قلم معدوده که داره نام میگیره و میگه که میریه را مطابق توانت، مطابق توان از حضرت علی میخواین. اما در افغانستان نه، در افغانستان ما لفظی کل چیز پذیرفتیم، اما در صحنه عمل که میایه دوست داریم که بیشتر منافع خود بگوییم و اینمی منافع خود ما در دراز مدت باعث خلق خشونت میشه. زیرا زمانی که دختری که در بدل 3-4 لگ افغانی قلیل و مصارف گزاف دیگه میره عروسی میکنه، فردا او طرف احساس مالکیت میکنه، میگه من تو را خریدم و از همون سبب انواع و اقسام خشونت سرش اعمال میشه که شما موارد بیشمارش دارین، فرار از منزل است و غیره. به خاطر چی؟ به خاطر که این بالاخره تصورش چیز دیگه بوده، اما چون در ابتدا فامیلش طور دیگه برخورد کرده، این حالا به یک بحث که بیشتر بحث عقده را اشاره کردن استاد بارگزای. ببینین محرومیت سبب عقده میشه، عقده سبب انتقام. جوانی که پول نداشته، او رفته به ایران و پاکستان کار کرده، یا او همون اویلی که داشته فروخته، یا او قرض کرده به شکل از اشکال، زمانی که او را قرضدار آزار میده، زمانی که او محرومیت اجتماعی را متحمل میشه، او عقده در وجودش خلق میشه و این عقده را فردای پس از عروسی به انتقام مبدل میکنه و از همسر خود میگیره. اون از او خاطر این مشکلات در افغانستان متاسفانه میپذیریم. کل ما در لفظ کل ما سیرت دوست داریم، اخلاق عالی، اخلاق، رفتار، گفتار، کردار نیک، اما میگیم که نه، باز برای ما کامد، برای ما به قول شما که عروس مقبول داماد پولدار. این دو اصلا بیشتر ما مد نظر میگیریم، نه ای که با اخلاق باشه، خانوادهش چگونه است، تحصیل یافته است نیست. ببینین ازدواج زندگی مشترک، زندگی وقتی که بحث شراکت در زندگی مطرح میشه، بحث 50-50 مطرح میشه. این 50-50 چی زمان نهادی نشده میتونه؟ این 50-50 زمانی که طرفین درک دقیق از هم دیگر داشته باشن و آگاه باشن از این مسائل، نه ای که در مرحله نخست فامیل دختر آزار بده فامیل پسره و در مرحله که خواب و خیر سبا که در خانه ما با سایک روزشه بازی طرف آزار بده. از او خاطر اینی مشکلات اجتماعی در افغانستان دلیلش ایست که از ابتدا میگه سنگ اول گر نهد میمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. متاسفانه از نخست این مشکلات در افغانستان به شکل ریشه‌ای پیگیری نشده، به دساتیر دینی توجه لازم صورت نگرفته، نبود فرهنگ عالیه که بتانه به ما بگویه که اگه امروز ما میریم طلبگاری دختر کسی و فردا طلبگاری دختر ما میه، زمانی که ما توقع داریم که اونا سخت نگیرن پس ما باید هم سخت نگیریم. زنده باشی، تشکر بسیار زیاد. چیزی که خیلی خوب اشاره کردن آقای محمد و در ذهن من خطور کرد ای که واقعا 50-50 است، یعنی همسر که گفتیم یعنی مساوی از همه حقوق، همسر گفتیم نه بالای سر. خب یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم روی سن ازدواج. پس اگر بگوییم که 9 سال سن خیلی کوچکی است، اگر بگوییم که 27 سال یا 35 سال یا 41 سال سن خیلی بزرگی است، پس سن مناسب ازدواج کدام سن است و این عقده هایی که بعد از ازدواج به وجود میاد چیکار کنیم که این عقده ها را حل کنیم و چیکار کنیم که این عقده ها به وجود نیاید، موضوعی است که بعد از وقفه بالاش صحبت. خب
بیننده عزیز، روی عزیز صحبت کردیم که پس سن مناسب ازدواج کدام سن است، چون تا جایی که دیدم آقای حمید عزیزی خیلی خوب بالای از این موضوع تحقیق کردن، که حالا ما میخوایم از آقای حمید عزیزی بپرسم. استاد بزرگوار، شما تا جایی که دیدم خیلی خوب بالای سنهای ازدواج تحقیق کردن، چه از نگاه اسلامی باشه و چه از دیدگاه های دیگه. به نظر شما یک سن مناسب به خاطر دختران و یک سن مناسب برای پسرها کدام سن است برای ازدواج؟ درست خدمت شما عرض کنم که باز ما میخوایم از یک آیه قرآن عظیم الشان وارد شویم به این مسئله که سه تا لازمه اصلی رو برای زندگی زناشویی یا برای زندگی دو تا شخص در کنار هم دیگه بیان میکنه. هرگاه احساس کردیم که این سه تا پارامتر محقق خواهد شد و بحث نیازهای عاطفی، نیازهای جسمی، نیازهای جنسی و نیازهای عقلی، نیاز به رشد و کمال، همگی از اینها برآورده خواهد شد، ما میتونیم او را برای هر شخص سن ازدواج بدانیم. همونطوری که جناب استاد اشاره کردن، ببینید سن ازدواج در مناطق مختلف، بلوغ جنسی، بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی در مناطق مختلف تفاوت خواهد داشت. شما حتی ببینید در مناطق سیبری سمت روسیه افراد در سن 16 سالگی پسرها ممکن به سن بلوغ برسند، یا در قسمت‌های استوایی در مراکز در مناطقی که عموماً گرمای هوا بسیار زیاد است، حتی ممکن است در سنین 9 10 11 سالگی پسرها به سن بلوغ برسند. اما آیه را من خدمت شما میگم در سوره مبارکه روم هست، بفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. اولا که یکی از نشانه های خداوند این هست که از جنس خودتان، از شکل خودتان برایتان همسری آفرید. این در مورد همسانگزینی هست. اولین نکته خدمت شما عرض کنم این هست که افراد مختلف نباید به جنس مخالف خودش، مخصوصا به خانم ها، به چشم یک حالا مستعمره یا به چشم یک ابزار نگاه بکنن، در حالی که خداوند میگه اینها از جنس شما، از یک نفس واحد شما خلق شدین. دوم میگه هدف از این که شما باید کنار هم باشین آرامش هست و چه مسائلی رو باید برای شما به بار بیاره یا چه مسائلی رو باید رعایت بکنید، و جعل بینکم موده و رحمه، بین شما دوستی برقرار باشه، یعنی دوستی بعد از ازدواج که حالا سوء تفاهم نشه، و بعد مهربانی بین شما برقرار باشه. هرگاه احساس کردیم از لحاظ جسمی، از لحاظ فکری، از لحاظ عاطفی ما نیاز به وجود یک شخص در کنار خود داریم، میتونیم با وجود او به آرامش برسیم، نه تنها آرامش جنسی بلکه آرامش جسمی، آرامش روحی، آرامش اجتماعی، و بین ما دوستی و مهربانی برقرار خواهد شد، میتونه برای ما این را متبادر کنه در ذهن ما که اقدام به ازدواج بکنیم. اما آنچه که در این آیه میشه به او اشاره کرد، در درجه اول آرامش روحی و روانی خود فرد و جامعه هست. شما وقتی که آرامش رو به کار میبره، دوستی و مهربانی رو به کار میبره، یعنی در مرحله اول مسئله نیاز جنسی نیست که صرفا شخص به محض اینکه به سن بلوغ جنسی رسید سریعا اقدام به ازدواج بکنه و بر اساس اشتباه بزرگی که در جامعه ما مصطلح هست که به خاطر ترس از آبرو و عزتی که مثلا دارن که فردا فرزندانشان به انحرافات اجتماعی کشیده نشون، میگن به سن بلوغ جنسی رسید سریعا باید در ازدواج اقدام بکنن، اشتباه بزرگی هست و حتی با این آیه در تضاد است. حتما باید به مرحله برسن که بحث آرامش روحی و روانی از اونها مد نظر گرفته شود. نکته ای را که کوتاه خدمت شما عرض کنم، ببینید ازدواج حتی عامل اصلی بیشتر ازدواج های دیر هنگام هم ازدواج های زود هنگام نسل قبلی هست. بیننده های عزیز، اگر بخواید که از زندگیتان لذت ببرین باید از تجربه های دیگران استفاده کنین. یک وقفه کوتاه داریم و شما را باز هم به برنامه نیمرخ دعوت میکنم. باز هم خوش آمدیم بیننده های عزیز به برنامه خودتان، برنامه نیمرخ. رسیدیم به قسمت آخر و ای که بیننده های عزیز منتظر ازی هستن که ببینن محمد جان عزیز چه گفتنی هایی داره که او گفتنی هایش در طول برنامه گفته نشد، و ببینن که محمد جان عزیز دیگه چه گفتنی داره. سپاس. ما آنچی را که پیشتر هم اشاره شدیست که از همه میخواییم به من میوریت متکی نباشن که من خودم همه چیز میفهمم، اما دوستا اشاره کردن با تجارب دیگر، با سرگذشت دیگر نظر نمایند، زیرا که امو یک ذره المثل عامیانه داره، می خوشبخت سر دیگر رو میده بدبخت سر خود بعد وقایع نادرستی که اتفاق میفته. ما از همه میخوایم که به امپذیری، به خردمندی متکی باشن، نه به مادیاتگرایی، نه به مسائلی که خشونتزا در دراز مدت میتونه باشه. ما فقط زندگی سالم با ثروت شکل نمیگیره، زندگی سالم با صورت شکل نمیگیره، زندگی سالم با سیرت شکل میگیره. باید همه ما متکی باشیم به اخلاق فرد، و زمانی که
متوجه میشیم که یک نفر است که هیچ چیز نداره اما دانش داره، به دانش از او باید ارزش قائل شویم، زیرا که داشتن دانش روشن کننده زندگی است و آرزومند هستم که همیشه این مورد مد نظر دوستا قرار بگیره. و یک نکته دیگه را که میخوایم حضور دوستا برد برسانامی است که ببینین قرآن کریم فرموده که ازدواج به اساس رضایت دو فرد است نه به اساس رضایت فامیل ها. پدر ما یا مادر طرف با هم ازدواج نمی کنن، این ماستیم که ازدواج می کنیم، پس باید به دید فرزندان خود توجه نمایند نه به مسائل مادی و سایر نکات. من خیلی تجربه، چون ما مسئول مرکز هماهنگی دانشجویان در بلخ هستم، خیلی از دوستان شاهد هستم که طرف سازگاری فکری با هم داشته اما زمانی که بس در خواستگاری انجام میره، وقتی که به خانواده فرد رفتن، خیلی ضرور مسئله های عامیانه، مثلا شما پایتان برابر گلیمتان دراز کنین، ما از لحاظ طبقاتی با شما تفاوت داریم، در حالی که فقیر بودن جرم نیست، در حالی که معلولیت داشتن معدودیت در زندگی به وجود نمیاره. پس بهتر است که ما به مو اصل اخلاق اعتنا کنیم. من فقط یک دوست ما را که پار سال در زمستان هم یادسته برش اتفاق افتاد مثالش برتان میم که این دوستی ما با هم دوست بودن و طرف تصمیم گرفت که برد خواستگاری. زمانی خواستگاری رفتن امروزه اصرار داشتن که برون که فامیل طرف تصور نکنه که شما ارزش نمیتین. بالاخره بس تا جای انجامید که چیز شد، مادر طرف خیلی ساله گفت که ما برای بچه شما چون مشکل جسمانی داره داده نمیتیم، در حال که از لحاظ اقتصادی هم وضعش خوب بود، از لحاظ آموزشی هم وضعش خوب بود، اما معلولی یک پدیده تحمیل شده اجتماعی است که نسبت جنگ و فقر و نرسیدن واکسین به وجود میاد. نابینایی جرم نیست. اگر ما در قرآن کریم مراجعه کنیم، زندگی عبدالله ابن مکتوم صحابی روشندل در سوریه به سبت والله. بسیار عالی، زنده باشین، تشکر میکنم. امیدوار هستم پیامتان بیننده های عزیز گرفته باشن. استاد بزرگوار، گفتنی های خودتان میخواهیم داشته باشم در آخر برنامه؟ از اینکه آجر جان ما در گفته گفته در ختم برنامه نزدیک شدیم، اما چند تکی که باقی مون که مختصرا بگویم دوستارم سرشان به درد نیاریم که عبارت از این مسئله هست. ما به یک گپ خرسند هستیم، فخر خاطر کردیم که مسلمان هستیم و مسلمان هم می باشیم و مسلمان هم به دنیا آمدیم و یک فخر خود کردیم. اما بیشتر در برنامه های زندگی یک تعداد تقدیرگرایی ها را باید کنار گذاشت، چون دین اسلام خودش به صراحت کامل تاکید میکنه که زانوی شطر را ببند، توکلش را بر خدا کن. امروز ما در بسیاری حالات ها با اساس تقدیرگرایی فکر میکنیم که مصیبت زندگی یا نابسامانی زندگی یا رنج های زندگی همش وابسته به تقدیر ما هست و در حقیقت ایر ما ناگزیر هستیم ببینیم. اما چرا ما انسانی که در روی زمین خلق شده ایم با اساس تعقل و اندیشه فکر بسیار خوب در روی زمین آمدیم، ما به اساس یک پلان، به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک معرفت شناسی چرا زندگی خود را با روش خاص ترتیب نکنیم؟ پس ما در روش خاص زندگی خود باید متوجه باشیم ویژگی هایی که در وجود یک خانم هست سخت برش احترام بگذاریم تا از آدرس از او احترام خود را حفظ کنیم. این مسئله مورد بحث ما است. و نکته دیگه که بسیار جالب است و عبارت از این مسئله است که کوشش کنیم همواره ما والدین محترم در زندگی اجتماعی فرزندان یا در زندگی مشترک فرزندان زیاد مداخله نکنیم، بگذاریم خودشان با خودشان بلد هستند که زندگی خود را چگونه میتونن باید از اصلاح کنن. و اگر قرار باشه ما با اساس عقدهایی که خود ما در دوران ازدواج با خود داشتیم و ایرا عقدهش پس یا در حقیقت ارضایش از طرف فرزند خود نصیب خود بسازیم یا ایرا ارضا بسازیم، ما سخت دچار یک مشکل هستیم که من خواهش می‌کنم. مثلا استاد بزرگوار، حرفای شما رو دارم بشنوید. به صورت تیتروار خدمت شما عرض کنم. اولین نکته، اگر می‌خوایم جامعه ما در آینده با فساد بسیار زیادی مواجه نشود، به دلیل اینکه ازدواج‌های دیرهنگام باعث ایجاد فساد در جامعه خواهد شد، این خرج‌های سنگین باید از عروسی ها و از معامله های خود باید حذف بکنیم. یک جوانی که تازه میخواهد زندگی تشکیل بده توان تأمین این مخارج عظیم رو نخواهد داشت. کما اینکه یکی از فرهنگ های بدی که در جامعه توسعه نیافته یا در حال توسعه است مصرف گرایی است. نکته دوم، ما یک برنامه میخوایم برای ازدواج عرض کنم خدمت همه دوستان. ببین، بهترین برنامه ای است که حالا به صورت شاید کلی بشه ایره در نظر گرفت، اما با توجه به تغییرات و شرایط در نظر گرفته، ما در 7 سالگی به مکتب وارد میشیم، 12 سال مکتب میشه 19 سال، 4 سال هم لیسانس میخونیم میشه 23 سال. نهایتا با یک فاصله 24 سال، 23 یا 24 فکر میکنم بهترین دوران برای ازدواج باشه. اگر اشخاص بعد از به پایان رساندن دوره لیسانس اقدام به ازدواج بکنن و بعد یایی که زودتر عروسی بکنن، یایی که ممکن یک دوره ای را مثلا یک سال یا یک و نیم سال یا کمتر یا بیشتر را برای دوره نامزاتی اختصاص بدن، باعث خواهد شد که هم دهی دوره نامزاتی یک شخصی را همراه با خود دارن تا در زمینه مسائل درسی، علمی، روحی، رفتاری، افکار، جامعه، حتی بسیار لذت‌های اجتماعی یک همراهی با خود داشته باشه، بیرون برن بگردن و این باعث
خواهد شد که ارتباطات نامشروع دیگری خارج از خانه شکل نخواهد گرفت و میتونن نهایتاً در دوره ماستری که حالا احیانا اگر بخواین ادامه بدن یا بعد از دوره ماستری عروسی بکنن هم توانستن آن چیزی که از امکانات اجتماعی امکانات تحصیلاتی هست بهره مند شوند هم یار و یاور و همراهی در یک دوره مناسب زندگی در کنار خود داشتن و همین که می توانن یک شناخت خوبی از همدیگه به دست بیارن و در یک شرایطی بتونن زندگی را تشکیل بدن که آماده برای یک زندگی هستند نه زود ازدواج کردن که هنوز به آزمودگی اجتماعی نرسیدن و نه از سن ازدواجشان گذشته باشه که حالا پیر پسر یا پیر دختر شوند که دچار مشکلاتی شوند فکر می کنم این برنامه بهتر و جامع تری برای جامعه ما باشه تشکر میکنم. بیننده های عزیز ای بود برنامه نیمرخ. در آخر میخوایم بگویم که به امید آبادی پاره تنم افغانستان و تنم شما را به الله یکتا می سپارم. الله یار و نگهدار خداحافظ شما.